سرخط خبرها، رقابت قدرت ها در قطب شمال امریکا برای نخستین بار در تاریخش سفیر معرفی کرد. اقدام نیک در بامیان برای جلوگیری از مرگ و میر مادران. گزارش ویژه کمیسیون رسیدگی به حوادث طبیعی و نجات صدها شهروند توسط طالبان. مارشال دوستان تصمیم نهایی خود را رسما اعلام کرد. سقف نخستین مسجد مسلمانان در غزنی در حال فروریزی است، اما کسی نیست او را نجات دهد. سیل در پاکستان، ده ها هزار نفر به خانمان و صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته. سلام، به سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چنل ما را سابسکرایب کنید. رقابت قدرت ها در قطب شمال امریکا برای نخستین بار سفیر معرفی میکند. وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرده است که به زودی سفیر را برای پیشبرد سیاست های این کشور در منطقه قطب شمال معرفی میکند. ودانت پاتل سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته است که صلح و ثبات در این منطقه برای امریکا اهمیت استراتژیک حیاتی دارد. قرار است سفیر جدید امریکا با کشورهای کانادا، دنمارک، آیسلند، نروژ، سویدن، روسیه و همچنین گروه های بومی و سایر افراد ذی‌نفع وارد تعامل شود. امریکا در حال و این منطقه برای نخستین بار سفیر معرفی میکند که روسیه در حال افزایش حضورش در نزدیک منطقه قطب شمالی است. از سوی دیگر چین هم توجه ویژه به این منطقه دارد و از چند و این سو مصروف ساخت یک ایستگاه تحقیقاتی است. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در دیدارش از منطقه قطبی کانادا توانایی های روسیه در شمال را یک چالش استراتژیک برای این ائتلاف نظامی خوانده است. با گفته او روسیه صدها سایت نظامی جدید و قدیمی در قطب شمال ایجاد کرده و از این منطقه به عنوان بستر آزمایشی برای پیشرفته ترین سلاح‌ها از جمله موشک های موفق صوت استفاده خواهد کرد. او افزوده است که پکن و مسکو متحد شدند که اقدامات خود را در قطب شمال تشدید کنند. این بخش از مشارکت استراتژیک عمیقی است که ارزش‌ها و منافع ما را به چالش می‌کشد. این کشورها در حال توجه ویژه به این منطقه کرده اند که با تغییرات آب و هوای یخ‌های این منطقه در حال ذوب شدن است و این وضعیت اهمیت آن را بیشتر کرده است. خبر بعدی، مؤسسه در بامیان برای کاهش مرگ و میر مادران کارگاه‌های آموزشی راه اندازی کرده‌اند. مسئولان این مؤسسه میگویند که هدف از برگزاری این کارگاه‌های آموزشی رشد آگاهی باشندگان مرکز بامیان و کاهش مرگ و میر مادران در این ولایت است. نصرت الله پردیس مسئول مؤسسه ستاره صبح و روزنامه 8 صبح میگوید که این مؤسسه از شروع سال 2022 تا کنون دو دور کارگاه آموزشی را برای زنان و مردان در مرکز بامیان برگزار کرده است که در آن بیش از 500 زن و مرد آموزش‌های نخستین حمایت از کودک و مادر را فرا گرفتند. به گفته او در این دو دوره آموزشی زنان و مردان در مورد مراقبت‌های اولیه بارداری، نحوه مراجعه و مراکز صحی، تطبیق واکسیناسیون و چگونگی مراقبت از کودک و تغذیه او آموزش دیدند. پرده سبزده است که آنان پس از فراغت می توانند من حیث مبلغ آگاهی عامه در روستاهایشان عمل نموده و زنان را تشویق نمایند تا به مراکز درمانی مراجعه نمایند. مسئولان این مؤسسه میگویند که این کارگاه‌های آموزشی را در ولسوالی‌های بامیان نیز برگزار می‌کنند. فاطمه عزیزی از اشتراک کنندگان این دوره آموزشی میگوید که در این برنامه موضوعات خوبی را آموخته است که می‌تواند از آموخته‌هایش برای مراقبت از مادر و کودک در هنگام بارداری و نحو تغذیه کودک استفاده کند. قابل یادآوری است که با روی کار آمدن طالبان در کشور، عرضه خدمات صحی به دلیل نبود امکانات و کادرهای متخصص با مشکلات جدی روبرو شده است. این مشکلات سبب شده است تا مرگ و میر مادران هنگام زایمان نیز افزایش پیدا کند. خبر بعدی، کمیسیون رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان در نتیجه سیل‌های اخیر 194 تن جان باختند. کمیسیون رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان امروز در یک نشست خبری در مورد آخرین آمار تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر در 21 ولایت کشور معلومات ارائه کرده است. شرف‌الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان، گفته است که در اثر سرازیر شدن سیل‌های ماه اخیر در 21 ولایت 194 تن جان باخته و 260 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده است که در این سیلاب‌ها 12,020 خانه به گونه قسمی و کلی تخریب شده و 9,000 راس معاشی تلف شده است. مسلم تصریح کرده است که اماکنون بیش از 1 میلیون خانواده با کمک‌های عاجل و اقدامات اساسی نیازی جدی دارند.
عطاولا عمری سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری طالبان نیز گفته است که در اثر سرازیر شدن سیل‌های اخیر حدود 600 هزار جریب زمین زراعتی تخریب شده است. با گفته او در اثر این سیل‌ها شمار زیادی از درختان مسمر و غیر مسمر نیز از بین رفته است. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان گفته است که 441 بند آب، 329 بند محلی، 750 کاریز و 22 بند انجینری و 650 متر دیوار استنادی در اثر این سیل‌ها از بین رفته است. در این حال دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه طالبان گفته است که تیم‌های اضطراری و شمول دکتران مرد و زن با امکانات دست داشته و محلات حادثه فرستاده شدند. گفتنی است که در روزهای اخیر شمار زیاد از ولایت‌های کشور شاهد سیل‌های وحشتناک و ویرانگر بوده است. اکرمی پرازم با تازه‌ترین پیام مارشال عبدالرشید دوستم و طالبان. دوستم امروز در مصاحبه با بی بی اس گفته است که تا اکنون به طالبان فرصت دادیم تا یک اداره مشترک ایجاد کند و به هر افغان در این اداره جایگاه بدهیم. اما طالبان همه کارها را برعکس انجام دادند. در تمام نهادها ملایان پشتون را نصب کردند و برای منافع پاکستان کار میکنند. دوستم افزوده است که من با کمال احترام از تمام طالبان میخواهم که ولایت‌های شمالی را ترک کرده و به ما مرز تعیین کنند. و اگر طالبان این کار را نکنند من حاضرم رژیم طالبان را سرنگون کنم و همه طالبان را با مثل دشت لیلی بکشم. دوستم گفت که طالبان 7 روز فرصت دارم یا شمال را ترک کرده و یا آپشن دوم آماده مرگ باشم. خبر بعدی، سقف نخستین مسجد مسلمانان در غزنی در حال فروریزی است. مسئولان محلی طالبان اعلام کردند که سقف مسجد تاریخی شهر قدیم غزنه در آستانه فروریزی قرار دارد. خبرگزاری باختر و نقل از مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی این خبر را نشر کرد و گفته است که بارانهای اخیر سقف مسجد جامع شهر قدیم غزنی نخستین مسجد مسلمانان در این ولایت را تخریب کرده است. مسجد جامع شهر قدیم غزنی با مساحت حدود 200 متر مربع و دارای دو طبقه در غرب شهر قدیم غزنی واقع شده است. بر اساس روایت مورخان این امارت نخستین مسجد مسلمانان در شهر غزنی است. خبر بعدی، سیل‌های وحشتناک در پاکستان. به هزاران تن گفته شده است که خانه‌های خود را ترک کنند. پس از سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش و احتمال وقوع بیشتر آن در روزهای آتی به هزاران پاکستانی گفته شده است که خانه‌ها و سکونت‌های خود را ترک کنند. رسانه‌های بین‌المللی امروز گزارش دادند که نزدیک به 1000 تن در پاکستان در نتیجه سیل‌ها جان خود را از دست دادند. در حالی که هزاران تن دیگر آواره شدند و زندگی میلیون ها تن تحت تاثیر قرار گرفته است. آژانس های امداد رسانی میگویند که سیل های کنونی در پاکستان منجر به یکی از بدترین بلاهای طبیعی در این کشور شده است. با گفته آنان شدیدترین باران های موسمی در دهه های اخیر تا کنون در این کشور ادامه دارد. این در حالی است که بر اساس گزارش های نشر شده دولت پاکستان مجبور به اعلام وضعیت اضطراری ملی در برخی مناطق این کشور شده بود. گفتنی است که جنوب پاکستان و خصوص ایالت سند بیشترین آسیب را از باران‌های موسمی متحمل شده است.